هیچ چیزی منزجر کننده تر از این نیست که دست کم 1 میلیارد نفر گوشت شما رو قبل از اینکه سر میزتون بیاد لمس کرده باشن. این ماجرای همون گوشتیه که در فروشگاه‌های والمارت چین فروخته میشه. هزاران مشتری هر روز اجازه دارن به اونها دست بزنن و گوشتشون رو انتخاب کنند. از همه بدتر اینکه این گوشت‌ها در ظرف‌های بزرگی در فضای باز در کنار چیزهایی فروخته میشن که ممکنه هیچ علاقه‌ای به اونها نداشته باشید. در این برنامه نگاهی به غذاهای عجیب و غریب چینی خواهیم انداخت. با ما همراه باشید. لاک پشت ها و قورباغه های زنده در کنار هم فروخته میشن. برکه و ساحل تنها مکان هایی نیستن که توی اونها لاک پشت و قورباغه های زنده پیدا میکنید. شما میتونید اونها رو کنار هم در فروشگاه والمارت چین ببینید. چینی ها به خوردن غذاهای عجیب و غریب مشهورن و مدیریت والمارت اونچه مشتریان دوست دارن رو بهشون ارائه خواهد داد. برای ما قطعاً قورباغه و لاک پشت زنده در سبد خرید چیز جالبی نیست و به ندرت اونها رو دوست خواهیم داشت. اما این یکی از قفسه هایی که موقع خریدن از این فروشگاه مجبورید از مقابلشون عبور کنید. مشتریان میتونن به معنی واقعی کلمه در این فروشگاه ماهیگیری کنند. دیدن یه آدم با یک قلاب ماهیگیری در فروشگاه قطعاً چیز عجیبیه، اما یکی دیگه از مناظری که در این فروشگاه خواهید دید همینه. مشتریان اجازه دارند غذای دریاییشون رو از یک مخزن بزرگ ماهیگیری کنند و حتی تجهیزات لازم رو هم براشون فراهم کردند. حیوانات دریایی این مخزن هم به خوبی مراقبت و تغذیه میشن. این موضوع به اون اندازه که عجیبه خنده‌دار هم هست. کروکودیل های مرده در بخش گوشت های منجمد فروخته میشوند. طعم غذاهای چینی بسیار دورتر از اون چیزی که همه ما تجربه کردیم. یکی از این غذاهای عجیب گوشت کروکودیله. در فروشگاه‌های والمارت چین کروکودیل‌ها در بخش گوشت‌های منجمد به فروش می‌رسند. اگر گوشت کروکودیل دوست ندارید، این صحنه براتون بسیار چندشاور خواهد بود. کروکودیل‌ها معمولاً در قفسه‌ها چیده و با یخ پوشانده می‌شوند. در واقع درست در کنار اونها ماهی‌ها قرار دارند. برنج در ظرف‌های بزرگ سربازی فروخته می‌شود که مشتریان می‌تونن از اون برداشته و بو کنند. به نظر می‌رسه که هیچ سیاستی برای مدیریت مواد غذایی در والمارت وجود نداره. علاوه بر اینکه دست زدن به گوشت آزاده، هر کسی می‌تونه به برنج هم دست بزنه، بو کنه و بعد انتخاب کنه. می‌تونید تصور کنید که چند بار باید این برنج رو بشورید تا خیالتون راحت بشه؟ اردک های پوست کنده در معرض دید. اردک مزه خوبی نزدیک به مرغ داره، اما احتمالاً دوست ندارید اردکی رو خرید کنید که در فضای باز آویزون شده باشه. والمارت مجبور شد به خاطر فروش اردک های منقضی شده 2 میلیون دلار در سال 2011 پرداخت کنه. مجبورید برای پیدا کردن راه در بین جمعیت در اون فروشگاه بجنگید. خدمت کردن به یک جمعیت 1 میلیارد میتونه ترسناک باشه. خریداران والمارت چینی با جنگیدن برای پیدا کردن راه در بین جمعیت و قفسه ها آشنا هستند. البته این جنجال ها و شلوغی ها هنگام پیشنهادات ویژه و فصول تعطیل هم بیشتر می شود. بسیار خوب دوستان، ممنون که تا آخر این برنامه هم با ما همراه بودید. حتما نظرتون رو برای ما کامنت کنید. در آخر هم اگر از دیدن این برنامه لذت بردید، حتما اون رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید برای دیدن برنامه های جدید ما این صفحه رو دنبال کنید.